درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهقانپور هستم. در دوشنبه چهارم شهریور ماه 26 اوت نگاهی داریم به کوهیار گودرزی و حقوق بشر در دولت روحانی. باید پیام انتخابات 24 خرداد که پیام ملت ایران بود مد نظر قرار دهیم. یادمون باشد که هیچ کس، چه رئیس جمهور چه هر فرد دیگری، نمیتواند نظر شخصی خود را به جای اسلام یا انقلاب بنشاند. همه ما باید تحمل آرای مخالف را داشته باشیم. در عرصه سیاست داخلی، مردم خواستار رعایت حقوق شهروندی، حقوق همه اقلیت‌ها و همه خرده فرهنگ‌ها در این کشور، آرامش و عقلانیت در رفتارهای سیاسی، حفظ آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، احزاب و گروه‌ها و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و حاکم شدن فضای نشاط، امید و اعتماد در جامعه هستند. در نخستین جلسه هیئت دولت 11 به ریاست حسن روحانی، منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید قرائت شد. در این منشور آمده است همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی کشور بکوشم. در بند 6 این منشور 13 بندی قید شده است در تمام تصمیمات و اقدامات خود جویا و پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم، برای دیدگاه مخالف و انتقاد ارزش قائل باشم و خود را مقید به گزارش دهی منظم به رئیس جمهور و مردم بدانم. نهادهای حقوق بشری پس از تشکیل دولت حسن روحانی از رئیس جمهور ایران خواستند قدم‌های مشخصی برای توقف نقض حقوق بشر توسط دستگاه‌های دولتی بردارد و در جهت حاکمیت قانون به اقداماتی دست بزند. سازمان‌های حقوق بشری ضمن درخواست توقف ادامه موارد اعدام و احکام سنگین زندان در روزهای اخیر از رئیس جمهوری ایران می‌خواهند که فضا برای فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران باز شود. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، طی چند روز گذشته حدود 30 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. روزنامه بهار در شماره دوشنبه خود به نقل از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نوشته است: همه گفتند، آقای روحانی هم گفتند، امروز بهترین موقعیتی است که زندانی‌ها آزاد شوند، حصرها برداشته شود و همه بتوانیم برای کشور کار بکنیم. محمد خاتمی تأکید می‌کند در این انتخابات آنچه مشخص شد خواست برای تغییر این رویکردها بود. اسلام رحمانی اسلامی است که حقوق مردم را قبول دارد و به مدیریت عقلانی، عقلانیت در بهره‌گیری از نیروهای موجود در جامعه و عقلانیت در ایجاد رابطه با جهان امروز در عین حفظ مصالح ملی اعتقاد دارد. روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با انتشار فهرستی هشدارآمیز خطوط قرمز وبلاگ نویسان را به 7 دسته تقسیم کرده است و از محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به آیت الله خمینی و تحریف آثارش تا مواردی چون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انتشار فیلتر شکنها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، اهانت، حجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی در اینترنت را جرائمی عنوان کرده است که مجازات وبلاگ نویسان را در پی خواهد داشت.
در فیسبوک افق از شما پرسیدیم فشارها بر فعالان حقوق بشر در دولت روحانی کمتر خواهد شد یا بیشتر؟ همونطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه تفاوتی نمی کند رو انتخاب کردن. اکثریت اعتقاد دارن شرایط پیش و پس از دولت آقای روحانی در مورد فعالان حقوق بشر تغییر چندانی نخواهد کرد. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@viewinews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به یکی از فعالان حقوق بشری که چندی پیش ایران را ترک کرد، کوهیار گودرزی. نیروی انتظامی ایران کوهیار گودرزی، دانشجو، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر را در پی حضور در تجمع اعتراضی فعالان حقوق زنان بازداشت کرد. بازداشت کوهیار گودرزی در تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز کارگر توسط ماموران نیروی انتظامی. کوهیار گودرزی در جریان تظاهرات خیابانی در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. ماموران امنیتی کوهیار گودرزی را هنگامی که برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری عازم قم بود بازداشت کردند. کوهیار گودرزی پس از یک سال حبس از زندان آزاد شد. کوهیار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. کوهیار گودرزی پس از خروج از ایران در وبلاگش درباره انتخابات ریاست جمهوری 92 نوشت: رأی می‌دهم چرا که رئیس جمهور من در حسر است، چرا که تحریم انتخابات در نبود بستر لازم عملاً عرصه را به تمامیت خواهان واگذار می‌کند. مشروعیت از دست رفته ی حاکمیت چیزی نیست که با رأی ما اعاده شود. مهمان امشب افق آقای کوهیار گودرزی هستن، فعال حقوق بشر که از آنکارا در ترکیه با ما هستن. بهشون درود و خوش آمد میگین. در طول برنامه هم تلاش میکنیم اگر بشود که ارتباطی هم با آقای محمود علیزاده طباطبایی وکیل ایشون داشته باشیم. آقای گودرزی به شما درود میگیم، خوش آمدید به برنامه. شما هم طور که لحظات پیش هم بینندگان و شنوندگان شنیدن از مخالفین تحریم انتخابات بودید. الان راجع به دولت آقای روحانی از منظر حقوق بشری چگونه نگاه میکنید؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ممنونم که منو در برنامه پذیرفتید. من کماکان نسبت به آینده دولت آقای روحانی خوشبین هستم و این لزوماً به ساختار و در واقع آرایش نیروهای حاکمیت در جمهوری اسلامی بر نمیگرده. این به فضایی که ایجاد شده و در واقع بخش اعظمی از این فضا توسط فعالین مدنی که به نوعی احیا شدن در جریان انتخابات
این امید من به این برمیگرده. چقدر امید دارید که خود آقای روحانی و دولتش فارغ از اونچه که الان توصیف کردید بتونن فضا رو تا حدودی باز کنن طور که وعده دادن بهش؟ ببینید، مسئله در واقع بازخواست دولت‌های روحانی به دو جنبه برمیگرده. یک، به وعده هایی که ایشون داده، و دو، به این که ایشون چقدر بیاد تلاش کنه در راستای این وعده هایی که داده که اینها رو محقق کنه. در جنبه دومش من تا حد زیادی خوشبین هستم، چون که آقای روحانی رو سیاستمداری میبینم که طبق گفته هایی که میگه عمل میکنه و در واقع نمیاد خیلی با آرمانگرایی صحبت کنه، گرچه صحبت هایی که میکنه نشان از منزلت، کرامت انسانی و یک سری مفاهیمی داره که اینها نقطه عزیمت ماست در بحث حقوق بشر، و خب اینها برای من خیلی ارزشمنده. یعنی همین که ایشون میاد از حریم خصوصی صحبت میکنه، همین که میاد ایشون از حوزه شهروندی صحبت میکنه و در واقع میاد و میخواد منزلت از دست رفته ایرانیان رو بهشون برگردونه، خب اینها برای من جای خوشنودی داره. اما در وهله اولش و اینکه چقدر ایشون بخواد موفق باشه در وعده هایی که داده، یعنی فارغ از اون تلاشی که میکنه، من فکر میکنم فقط این درست نیست که ما بیایم و از گزاره‌هایی مثل عملکرد دولت در حوزه حقوق بشر صحبت کنیم، دولت روحانی، دولت احمدی‌نژاد، چون به هر حال ساختار قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار پیچیده است و این توضیح و آرایش دستگاه‌های مختلف به شکلی نیست که ما فقط بیایم و این وضعیت حقوق بشر رو برآیند یک دولت بدونیم. خود ما هم در این جنبندی نقش داریم و بایستی مجموع تلاش خودمون رو به عنوان نیروهای مشارکت کننده در حوزه مدنی و البته دولت ایشون، من احساس میکنم بایستی با همدیگه در نظر بگیریم و امیدوار هستم که تلاش ما منجر به این بشه که این مطالبات به شکلی صورت بگیره که ما بتونیم یک گشایش رو در فضا داشته باشیم. من کماکان خوشبین هستم، همونطور که شرطی که ما بتونیم ادامه بدیم. همونطور که خودتون میدونید، بسیار از نهادهای حقوق بشری اعتراض کردن به برشک تصمیم آقای روحانی برای پست وزیر دادگستری آقای مصطفی پور محمدی. خود موقعی که این خبر رو شنیدید برای شما چقدر جای پرسش ایجاد کرد و تعجب؟ و اینکه برشک بحث حقوق شهروندی رو که مطرح میکنید، بخش عمده ای از اون چه که به حقوق شهروندی برمیگرده در حوزه اختیار مشخص دولت و آقای روحانی نیست. اینها مواردی است که با قوه قضاییه برشک همپوشانی داره. با توجه به حالا واکنش شما رو به حضور آقای پور محمدی و اون بخشی از تعاملی که دولت آقای روحانی شخص ایشون باید با قوه قضاییه در این حوزه بکنه، چطور می‌بینید؟ در خصوص انتخاب ایشون، بله، من هم یکی از کسانی بودم که با شنیدن اسم آقای پور محمدی و مطرح شدنش به عنوان گزینه وزارت دادگستری تا حد زیاد ناامید شدم. ولی خب من انتظار معجزه نداشتم از آقای روحانی. یعنی در واقع من انسان نشتم آقای روحانی بیاد و چیزی رو عوض کنه. من فقط برای من همین که فضا و ذهنیت جمعی حال حاضر در میان نیروهای فعال در جامعه مدنی ایران به نحوی تغییر پیدا کرده که من میتونم باز امید رو در چهره دوستانم ببینم، و با همین امید ما میتونیم باز هم تلاش کنیم و میتونیم باز هم به یک سمتی بریم که خواستهامون رو مطرح کنیم، برای من ارزشمندترین دستاورد همین بوده. اما در کنار اون نمیشه ما از کسی که ازش حمایت کردیم در واقع توقعی نداشته باشیم و یا تا یه توقع حداقلی نداشته باشیم. اینکه ایشون به هر حال فی نفسه، اینکه در نفس خودش که ایشون اومد و این گزینه رو مطرح کرد، شاید بشه نوعی بی احترامی یا کم ارزش شمردن موازین حقوق بشری دونستی مسئله رو. اما من از اونجا که آقای روحانی رو بسیار سیاستمدار هوشمندی میدونم و هوشمندی ایشون رو در کلامش هر بار که من مصاحبه زنده ایشون رو گوش میدم میتونم درک کنم، و از اونجا که ایشون خودش اومد و اشاره کرد که من انتخاب این کابینه هیچ گونه فشاری بهم نیومده و خودم آزادانه این رو انتخاب کردم، من احساس میکنم این هوشمندی آقای روحانی به این شکل بوده که نه در شکل ساختاری این انتخاب که فی نفس رد هست و نمیشه توجیهش کرد، چرا که به هر حال سابقه حقوق بشر آقای پور محمدی گذشته تاریکی رو در بر میگیره، اما در شکل کارکردی خودش من فکر میکنم آقای روحانی این جنبه رو مد نظر داشته. ما امیدوار هستم که این پیشبینی آقای روحانی درست از آب در بیاد و بتونه از این نظر به بهبود فضا کمک کنه. خب آقای گودرزی، این روزها در همین فاصله که دولت آقای روحانی سر کار اومده، ابتدای برنامه اشاره کردم، اخباری از موج برشکست دیگری از اعدام‌ها رو شاهد هستیم، احکام سنگین زندانی که در همین چند روز گذشته برای زندانیان تعیین شده. شما
خودتون برشک مدت ها زندان بودید، ابتدای برنامه بخش کوتاهی از اون رو اطلاع دادیم، انعکاس دادیم. وقتی این اخبار رو در طول این چند ماه گذشته و چند سال میشنویم، موارد متعدد مرگ در زندان، زندان رجای شهر، زندان اوین، خود شما اینها رو تجربه کردید، توضیح بدید شرایط و فضای حاکم بر زندان چگونه بود آن موقع که شما در زندان بودید؟ زمانی که من در زندان بودم، خب مقاطع مختلفی رو در بر میگیره. من فکر میکنم در واقع بازداشت پنجم من که سال 88 اتفاق افتاد، در اوج فضای فشار و فضای آزار و اذیت زندانیان بود و خب اون زمان واقعا وضعیت زندان با الان قابل مقایسه نبود. در واقع فضای اون زمان به شکلی بود که به شدت نگاه خود دستگاه امنیتی هم حاکی از نوعی بدبینی و تحمیل فشار بیش از حد بود و رفتارها خب مسلماً خشن‌تر از حال حاضر بود به طور عمده در بازجویی‌ها. همینطور فضای خود زندان هم آزادی نسبی کمتری وجود داشت، یعنی در واقع اون زمان در اوج اعتراضات که وجود داشت نیاز به سرکوب بیشتر احساس می‌شد و خب به هر حال حتی ما به لحاظ فضای سرایینه هم که بعد از اینکه من به بند عمومی منتقل شدم، همینطور حتی در بند خود 209 در اختیار داشتیم، الان قابل مقایسه نیست. یعنی به هر حال اون زمان یه تعداد بسیار زیادتری زندانی رو ما داشتیم به واسطه حالا فضایی که وجود داشت، چه در بند خود 209 در سلول که ما بودیم ممکن بود 5 یا 6 نفر توی سلول نهایتاً 2 نفری باشیم و همینطور تو بند 350 آمار ما تا یک زمانی تا شاید بالای 250 نفر هم رسید. ولی الان خب به لحاظ فضای سرانه و به لحاظ یک سری امکاناتی که وجود داره یه مقدار فضا بهتر شده، اما از لحاظ نوع نگاهی که به زندانی و در واقع به حقوقش از سمت مسئولین داشته میشه، من تغییر رو حس نمی کنم و در واقع این نیاز به تغییر نگاه و رویکرد در ساختار حاکمیت دیده نمیشه. علارغم این که بخش عظمی از مطالبات عمومی به این سمت رفته و بایستی حاکمیت این رو حس کنه، اما متاسفانه تا کنون این عقلانیتی که باید دیده بشه گویا نیاز بهش از سوی حاکمیت احساس نشده. از اون برشک فردی بگید که پیشتر با هم صحبت میکردیم که شما اعتقاد دارید ایشون از اعضای مرتبطین القاعده بود و در زندان با ایشون شما آشنا شدید، توضیح بدید که ماجرا چه بود؟ من یه همسلولی داشتم در مقطع پنجم بازداشتم که توی سلول 209 بودم، که البته با بعضها با تعداد بیشتری از اینها هم در بند 350 برخورد کردیم. عمدتاً افرادی بودن که خیلی معتقد، خیلی بنیادگرا بودن و خب خیلی پایبندی محکمی به موازین دینی و اسلامی داشتن در نوع قرائت از متن خودش، یعنی بسیار پایبندی به نص داشتن و اینکه شکل برداشت کاملاً بنیادگرانه از دین. ما صحبت چندانی نمیتونستیم توی سلول با هم داشته باشیم چون که میفرد کرد هم بود، زبان فارسی به سختی صحبت میکرد، ولی خب و البته تکذیب میکرد هر گونه روابط خودش رو با القاعده تا روزهای آخری که از پیش ما منتقل شد به جای دیگه. من تهدید خاصی از جانبش احساس نکردم، یعنی فرد آرامی بود، مگر در زمانهایی که یک ذره ممکن بود بخواد ما رو امر معروف کنه و در واقع یه ذره موازین اخلاقی از ما بخواد که در حد بنیادگرانه خودش رعایت کنیم. بعدها من در بند 350 که عدد بیشتر بسیار یعنی بیشتری از این افراد مرتبط با القاعده در دیدم، بیشتر با مرام و مسلک اینا آشنا شدم و در واقع بسیاری از اینها بسیار نیروهای تندی بودند که حتی در اونجا هم بچه های ما رو تهدید به مرگ میکردن و فکر میکنم بعضی که من متوجه شدم به زندان رجای شهر بعد از یکی دو مورد دعوای جدی که پیش اومد و در واقع خیلی کار مشاجرات بالا گرفت، تمامی در رو منتقل کردن به زندان رجای شهر به علت حالا خط مخاطرات جانی که ممکن بود وجود داشته باشه. و مشخص شد که اینها عضویت خاصی در مورد گروه خاصی داشتن یا همینطور به اینها اتهام زده بودن که اینها عضو القاعده یا مرتبط با القاعده هستن و چطور اینها رو با شما در زندان همسلول گذاشته بودن؟ خب ما اصولا در زندان‌های خودمون به خصوص در همینطور سلول‌های بازداشتگاه خودمون اصل تفکیک جرمه رو نمی‌بینیم که رعایت بشه. اینها به هر حال همسلولی من که همیشه اینو تاکید می‌کرد، ولی اون افرادی که ما در بند 350 داشتیم، من فکر می‌کنم بخش عمده‌شون این موضوع رو بیان می‌کردن و اتفاقا با افتخار هم بیان می‌کردن و اینها یک مقرره معاینه‌ای هم داشتن که از سوی تشکیلات بهشون پرداخت می‌شد و خانواده‌هاشون مورد حمایت بودند.
و در واقع خیلی به طور با اعتقاد خیلی بالا و خیلی با پایبندی محکم بر سر اعتقاد خودشون داشتن ایستادگی میکردن. شما آقای این که چرا این اصل رعایت نمیشه و این تفکیک بله؟ بله بفرم. این که این اصل تفکیک جرائم چرا رعایت نمیشه بخش مهمیش در واقع از اون نوع نگاهی میاد که به مقوله غندنه سیاسی داره حاکمیت جمهوری اسلامی و در واقع هنوز این رو نمیخواد به رسمیت بشناسه. چرا؟ که اگر به رسمیت بشناسه این مسئله رو بایستی این رو این مسئله رو به رسمیت بشناسه که داره برخورد میکنه با بخشی از نیروهای اجتماعی به واسطه تمرین مسالمت آمیز حق مسلم خودشون در بیان آزادانه عقاید مخالف، و اگر این رو بپذیره خب خیلی مشکلات پیامد این رو خواهد داشت. درنچه این موضوع رو نمیپذیره و در امتداد اون هم به هر حال برای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی هست. یعنی در واقع شما رو به عنوان یه فعال حقوق بشر با کسی که ایشون اتهام زده میشه، حالا شما گفتید اون فردی که با شما هم سلول بوده خودشون رو رد میکرده، اتهام زده شده که ایشون عضو القاعده است، شما و ایشون رو در یک سلول نگه میداشتن. بفرمایید که بله، حتی در بازجویی ها به من یا سایر دوستان هم به عنوان یک نوعی از ابزاری از تهدید گفته میشد که بله با زندانی هم قاعده هم سلولیتون میکنیم یا نظیرمون، مثلا زندانیان امنیت و امنیت اجتماعی. یعنی این ابزاری برای تهدید بازجو هم هست. درسته، برای ارعاب. شما با جعفر پناهی فیلمساز هم ظاهرا مدتی توی زندان هم سلولی یا هم بند بودین، توضیح بدید که اونجا چه میگذشت، چه اتفاقاتی افتاد و پناهی چه روحیه‌ای داشت در اون دوره؟ بله، من فکر میکنم شب قبل از عید بود که من منتقل شدم به سلولای پناهی، چون که قبلش انفرادی بودم، یعنی من رو تنبیهی چیز کرده بودن و من وسایل زیادی داشتم، چون 3 ماه بود که اون موقع تو بازداشت بودم و آقای پناهی فکر میکنم هفته دوم سومش بود. من خب وسایلمو که آوردم سالا دوسکا بودم برای شب عید و به هر حال با همون وسایل، یعنی با همون قاشق پلاستیکی و یه سری خریدایی که داشتیم، این سالادم آوردم به سلول و بعد چشمندم که زدم بالا آقایی رو دیدم که بریش انبوه بود و من بلافاصله شناختم، گفتم آقای پناهی. و یه زندانبانم یه شوخی با اینا کرده بود چون مسائل من زیاد بود، به اینا گفته بود که ما انباردار اینجا بازداشت شده و اونو داریم میاریم توی سلول با شما همسلولی کنیم. به هر حال توی چند دقیقه بعدش هنوز مطمئن نبودن که من کیم. خلاصه خیلی دوستی خوبی بین ما شکل گرفت. آقای پناهی خیلی خیلی روحیه مقاومی داشت و حتی من بعضی وقتا خودم ازش روحیه میگرفتم. خیلی محکم بود در بازجویی‌ها و از در واقع از اون چیزی که بهش اعتقاد داشت هیچ وقت کوتاه نیومد. و من یادم هست ما توی سلول بودیم، خیلی خاطرات خوشایندی هم برای من تعریف میکرد یا من برایش تعریف میکردم. اون دوران خیلی خوبی که ما با هم داشتیم رو اینها متأسفانه خیلی زود متوجه شدن و ما رو از هم جدا کردن. در واقع شما در یه دوره‌ای، حالا با فاصله زمانی شاید اندکی، با یک همسلولی القاعده‌ای و آقای فیلمساز آقای جعفر پناهی همسلول بودید. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های پروین مختره، مادر خود شما، رو در گفتگویی که با همکارم پیام یزدیان ایشون داشته، مربوط به مرداد 89 هست، بخشی از صحبت‌های پروین مختره مادر کوهیار گودرزی رو با هم بشنویم. بچه‌ی من لقب ضد انقلاب و احتشاشگر، و ما خانواده رو همینطور میگن شما هم احتشاشگرین و شما هم جفت‌سازی می‌کنید. مثلا به خود من گفتن تو جفت‌سازی می‌کنی، مثلا من صحبت می‌کنم حالا با مادرها یا یه حرفی می‌زنم من جفت‌سازی می‌کنم. گفتم نه خیر، این کشور مال شما نیست، مال ما هم هست. اگر ما می‌خواستیم خارج از ایران زندگی کنیم می‌رفتیم. بچه‌مو به دانشگاه تحصیل کردم که نمی‌فرستادم. بچه‌ی من شایسته‌ای داشت بره MIT، بره هاروارد. من خواستم تو ایران درس بخونه. خواستم حالا شما بگید می‌خواید چه زندانی ببین. بعد بزنسش انفرادی. حالا به مادرش هم بگید جفت‌سازی می‌کنه، استشاشگره. و به همه ما این لقبا میدیم. اون زمان‌ها هم می‌دادن. و گفتم بهشون ما یکی از خواستای اساسیمون، زمانی که بنده خودم دانشجو بودم و دانش‌آموز بودیم، یکی از خواستای اساسی ما این بود زندانی سیاسی آزاد باید گردد. نمی‌دونم که ما 1000 برابر اون زمان بچه‌ی ما دستگیر می‌شد. 1000 برابر زندانی داریم. یک روزی که از آقایون در سرا به من گفتن ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. اینا همه اختصاصی‌ها. و یک از آقایون به من گفت سلول انفرادی نداریم. که من گفتم فرزند من انفرادی بوده. شما ملاقات نداشته. ایشون مرجعشان گفتن ما اصلا زندان سلول انفرادی نداریم. گفتم اصلا دیگه زندان هم نداریم. صورت زندانی هم نداریم. صورت مثلا پاس کنیم. ولی داریم. آقا داریم. سر شما زیر برفه، سر بقیه دنیا زیر برف نیست. و صحبت کردیم با شما و خواهش کردیم به خاطر اینکه جو جامعه از این بیشتر متشنج نشه، به خاطری که ما اعصابمون از این بیشتر ناراحت نشه، ما اعتراض داریم که بچه‌ی ما چه زندانن، حالا بچه‌مون می‌کنید از سلول انفرادی. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ شما می‌گید ما وقت موافق نشیم، ما وقت دوست شما میشیم، ما وقت تعریفتون می‌کنیم، نه واقعا نمی‌کنیم.
ولی خود من شخصا آقای یزدیان پشیمونم. باور کنید من پشیمونم از خیلی چیزا. ما چه فکرایی داشتیم، چه توقعاتی داشتیم، هیچ نصیب اون نشده. بچه اونم همینطور. بچه نخبه ما که وارد امریکا میشن، وارد انگلیس میشن، وارد فرانسه میشن، اونجوری اینا رو سر میبرن. سالی 180,000 مغز از ایران مهاجرت میکنه، مهاجر 50 میلیارد دلار ثروت. آقایون تازه میگن چرا میرن اینا؟ خب بله به خاطر همین کاراتون میرن. به خاطر همین فشارهایی که میارن میرن. میخوان برن نفس بکشن اونجا، میخوان برن زندگی کنن. شما زندگی نداشتید. برای هیچ کس. آی گودرزی، خاطرتون هست این صحبت های مادرتون؟ اون موقع شما اشتباه نکنم طبیعتاً در زندان بودید یا در بین زندان ها آمدن و رفتن ها. بفرمایید که برشک این نکته قابل توجهی است در مورد زندگی شما و مادرتون، که مادر شما به خاطر همین پیگیری ها و شاید به خاطر این روحیه که الان در این صحبت ها منعکس شد، خود ایشون هم گرفتار میشه، خود ایشون هم زندانی میشه. بفرمایید که مادر شما چگونه زنی است از نگاه شما به عنوان فرزندش؟ من فکر میکنم مادرم حقیقتاً یک زن عمیقاً خوشقلب و به شدت قابل ستایش، نه به خاطر اون چیزی که برای من لزوماً انجام داده، به خاطر اون چیزی که سعی کرده خودش باشه به مفهوم واقعی کلمه، یک انسان. و من فکر میکنم خیلی از چیزهایی رو که من دارم یا خیلی چیزهایی که سعی کردم عوض کنم یا دنبال کنم، اینا چیزهایی بوده که مادرم در طول دوران زندگی به من آموخته و شاید بخش اعظمیش رو من از مادرم یادگار دارم. در مورد اون مسئله هم که میگید، من واقعا احساس میکنم مادرم یک ویژگی رو به من انتقال داد که همون خودش همیشه میگه شجاعتش باشه، و این شجاعت مادر من شاید مثال زدنی باشه، چرا که در زمانی که من زندان بودم خودش میگفت، بقیه خانواده ها میگفتن، شاید یکی از معدود خانواده های زندانی سیاسی بود که مادرم همیشه مصاحبه میکرد و اطلاع رسانی میکرد در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. و خب این فقط محدود به من هم نمیشد، در مورد بقیه هم صحبت میکرد، در مورد موضوعات کلیتر هم صحبت میکرد. و این دقیقا همون چیزیه که حاکمیت ما ازش به شدت هراس داره، یعنی این همه گیر شدن صحبت و این عدم سرکوب اشخاص در مورد خودشون و عقایدشون، و اینکه ما بیایم عقاید خودمون رو بیان کنیم، یعنی بیایم از حق خودمون در بیان آزادانه عقاید استفاده کنیم، از اون چیزی که تصریح شده در بیانیه جهانی حقوق بشر در خود قانون اساسی ما تصریح شده، بیایم از این حق تصریح شده خودمون استفاده کنیم. به شدت اینها نگرانی دارن در موردش. خب مادر من این حق رو به خوبی به کار گرفت، در مورد وضعیت من و سایر زندانیان سیاسی به خوبی اطلاع رسانی کرد. اینها از اینکه این قضیه بخواد همه‌گیر بشه و در واقع در بازداشت آخر من هم مادرم بخواد مجددا این کار انجام بده، اومدن و جلوگیری کردن و در واقع اون رو الگویی کردن و مایه عبرتی کردن برای سایر خانواده‌ها، برای اینکه آب کنن که حتی خانواده یک زندانی هم مسئول نیست از بازداشت و از دادن هزینه بسیار زیاد. و خب به هر حال یک فشار مضاعفی هم برای من بیارن تا خواستهاشون بپذیرم. چه ایشون چندین بار در این صحبتاش بر تحصیل و بر شکل شوق شما برای تحصیل تاکید میکنه، و حالا صحبت هم میکنیم که مشکلاتی که در دانشگاه در دوره دانشجویی برای شما پیش میاد. چه آینده ای رو پروین مختره برای فرزندش میخواست از لحاظ تحصیلی؟ فکر میکنید که شما الان تو مسیری هستید که بتونید بخشی از آینده که ایشون برای شما تصویر میکرد و میکند رو محقق بکنید؟ من زمانی که دانشگاه شریف قبول شدم، مادرم یه سررسید به من داد که اول سررسید نوشته بود که تقدیم به فرزندم کوهیار که همه زندگانی من است، به امید روزی که PhD بگیرد دکتر. و مادرم همیشه عاشق فقط و فقط یه نکته بود، چون من مادرم آدم مادی نیست، عاشق این بود که من آدم دانشگاهی بشم، تنم دنبال درس باشه و بتونم دکترا بگیرم. خیلی دوست داشت که من تو هر رشته که حالا دوست دارم دکترا بگیرم، و خب به هر حال محقق نشد، یعنی به دلایل مختلفی، از جمله اینکه به هر حال ممانعت کردن از ادامه تحصیل من و در واقع منو ممنوعیت کردن، نهایتا اخراج کردن، و همطور قبلش یه سری محدودیت‌ها وجود داشت. و البته من این رو هم اشاره کنم به این دلیل مهم که من بیشتر علاقمندی‌هام در حوزه حقوق بشر دنبال می‌کردم، نه در حوزه مهندسی. و اون چیزی که ما از دبیرستان بهش مجبور شدیم، یعنی در واقع ما دبیرستانمون که دبیرستان استعدادهای درخشان بود یا همون تیزوشان، فقط دو تا امکان برای انداب تحصیل برای ما داشت، یکی ریاضی و یکی تجربی، و این مشکلی که ما عمدتاً تو ایران داریم. و در واقع ما امکان ادامه تحصیل در حوزه انسانی رو نداشتیم. ولی فارغ از اینها، من فکر میکنم یکی از دلایل، من قبلا هم توضیح دادم، نیمی از دلایل من برای ترک ایران
به ادامه تحصیلم و اینکه احساس میکنم باید در این فضای آکادمیک ادامه فعالیت بدم برمیگرده و من امیدوارم واقعا یک روز این مادرم رو از این جنبه بتونم خوشنود کنم که از من راضی بشه. خب ما نزدیک به فصل تحصیلم هستیم، چشمانداز فضای دانشگاه رو چطور میبینی؟ مجلس رأی عدم اعتماد داد به آقای جعفر میلی منفرد، الان آقای توفیقی رو به عنوان سرپرست گذاشتن. چطور میبینی فضای آموزشی رو و این خبرم که حتما در جریان هستی، آقای شریعتی، صدرالدین شریعتی از تاثیرات مثبت تفکیک جنسیتی صحبت کرده، گفته که معدل دانشجویان به دلیل برنامه‌هایی که در دانشگاه علامه طباطبایی در تفکیک و جداسازی جنسیتی کلاس‌ها داشتن، معدل دانشجویان بالا رفته، پرونده‌های انضباطی هم در دانشگاه علامه طباطبایی کاهش پیدا کرده. بله، البته من امیدوار هستم که واقعا یکی از اولین کارهایی، نمیگم حالا ما انتظار اینو داریم که در کوتاه مدت معجزه اتفاق بیفته، چون من اینم اشاره کنم، ببینید این توقعی که ما داشته باشیم که آره ظرف کوتاه مدت این دولتی که روی کار اومده بیاد و مثلا بخواد روی قوه قضاییه تاثیر بذاره، روی کسی نهادهای امنیتی تاثیر بذاره، به هر حال نزدیک به واقعیت نیست این توقع. چرا که اون قطعی که در سراشیبیه و ترمز شما هم رئیس جمهور قبلی های احمدی نژاد به قول خودش کنده، نمیشه در کوتاه مدت متوقف کرد، ما اینو باید بپذیریم. اما همین که آقای روحانی اومد و آقای توفیقی رو برای سرپرستی وزارت علوم معرفی کرد، به نظر من جای خوشبینی داره، چون آقای توفیقی رو من آدم مثبتی میبینم و در واقع همین که ایشون اعلام کرده اگر حقی از کسی ضایع شده بیاد و شکایت کنه و بیاد اعلام کنه، نشون میده که ایشون سعی در احقاق حقوق اون دسته از دانشجویانی داره که به هر دلیلی ادامه فعالیت سیاسی یا به دلیل عقاید خودشون، عقاید مذهبی خودشون یا قومیتی خودشون از ادامه تحصیل محروم شدن. امیدوار هستم که این روند استثنادار شدن دانشجویان در ابتدای دولت آقای روحانی و در ادامهش متوقف بشه و همینطور این رؤسای 4 تا دانشگاه عمده تهران، یعنی دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و همینطور این دانشگاه علامه، این آقای شریعتی، حالا اسم بقیه دوستان، آقای رهایی، آقای رهبر و آقای روستا آزاد رئیس دانشگاه خودمون رو، امیدوار هستم در اسرع وقت اینها یک تدابیر اندیشه چیده بشه که این دوستان حداقل توسط انتخاب آزادانه اعضای علمی خود دانشگاه، یعنی اون روند قبلی، بتونن تغییر کنن، چون واقعا فضایی که الان بعد دانشگاه محاکمه فضایی نیست که بشه توش فعالیت کرد و فضایی نیست که اصلا اجازه نفس کشیدن رو به دانشجو بده و در واقع اینها امکان هر گونه اندیشیدن رو از دانشجوها گرفتن، نه فقط امکان فعالیت رو. ولی در سوی دیگه من فکر میکنم این دانشجوهای ما هستن که بایستی از این فضایی که ایجاد شده استفاده کنن و در واقع همین محمل رو نه برای فعالیت بلکه برای اندیشیدن ایجاد کنن. یعنی مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم شاید در روز سالهای ابتدای دولت آقای روحانی همین فعالیت مطالعاتیه که متوقف شده در سالهای گذشته. چندین مورد بسیار خوب من سراغ دارم که دوستان من خواستن، خیلی از فعالین دانشجویی خواستن یک فعالیتی رو به صورت مطالعاتی خودش دنبال کنن که بتونه یک سری ایده هایی از درون این در بیاد که بعد این ایده ها منجر به فعالیت یک سری هسته ها، شکلی یک سری گروه ها بشه و خب این به هر حال بعد از یه مدتی در همون مراحل ابتدایی خودش متوقف مونده و سرکوب شده. در نتیجه من امیدوار هستم فعالین دانشجویی بیان و دوباره این هسته ها رو احیا کنن و از این نقطه شروع کنن. درسته. البته همونطور که میدونید آقای توفیقی هم در مقام سرپرست هم الان انتقادات برش اصولگرایان بهشون شروع شده و گفتن خب ایشون تفاوت چندانی با آقای جعفری میلی منفرد نداره، حتی فشارهای بیشتری ممکنه ایشون متحمل بشه به خاطر رویکردش نسبت به فضای دانشجویی. ولی بخش دیگری از صحبت‌های مادر شما پروین مختره رو بشنویم که مربوط به همون مرداد 89 هست. نمیدونم، من خبری صحیح خیلی ندارم، این رو تو سایت کلمه خوندیم همونطور که دیگران هم خوندن و لاغل حالا بعد از اون همه نامه و بعد از 15 روز که ما در مادر رو دائما یا در دادسرا بودیم و یا در دادستانی بودیم و یا در زندان اوین بودیم، لاغل بیوستی ارتباط تلفنی فرزندان ما رو برقرار میکردن، بچه های ما یه زنگ با میزن ما خیالمون راحت میکردن. نمیدونیم الان که اطلاعی ما نداریم الان بچه های ما آیا از انفرادی بیرون اومدن، آیا در کجا هستن، در کجا نگهداری میشن، اصلا واقعا از استبغذه بیرون اومدن یا نه. فقط حالا امیدوار شدیم که حالا با آزادی آقای بابک بردباد که یکی از خواستههای فرزندان ما بود، امیدوار شدیم که شاید بالاخره یک تعادلی برقرار شده باشه، لااقل یه مقداری از خواستههای فرزندان ما
تحقق پیدا بکنه. و بچه های ما حالا دو همی زندان هم اصلا دیگه زندان اندر زندان نباشه. سلول انفرادی دیگه زندان اندر زندانه. در کشوری که وکلا تحت تعقیب یا وکلا یا در زندان هم یا فرار کردن یا قبلا زندان رفتن، کسی باید باشه از فرزندان ما دفاع کنه. و کی میخواییم هر اعتراضی رو ما با سرکوب جواب بدیم؟ آقای گودرزی، این نکته که من میخوام اینجا بتونیم فرصت داشته باشیم در موردش صحبت بکنیم، بحث اعتصاب غذاهایی است که شما در طول زندان انجام میدید. ابتدا توضیح بدید اعتصاب غذای اول چه اتفاق افتاد، اعتراضتون به چه بود و بعد به مورد بعدی بپردازیم. ببینید، اعتصاب اول من دقیقا در پی انتقال من یک روز بعد از اعدام سه فعال سیاسی کرد که در واقع آقای حیدریان بود، فرزاد کمانگر بود و آقای فرهاد وکیلی که همبندی ما و در واقع وکیل بند ما بود، فکر میکنم در 18 اردیبهشت ماه صورت گرفت که 18 اردیبهشت ماه سال 89 بود و من توی جلسه رفتیم و ما پایین نشستیم دور هم دوستان که در واقع هماندیشی کنیم. من مطرح کردم که بیایم با واسطه اعتراض به عدم دسترسی این دوستان به یک محاکمه عادلانه و همینطور اعدام خودشون که در نفس خودش یه نقض حق بنیادین حیاته و در واقع سلب حیات حالا تا این میزان نقض حقوق بشره، بیایم یک اعتصاب قضایی محدود سه روزه رو انجام بدیم. و این مطلب که خبرش به بالا منتقل شده بود و به بهانه رئیس بند که البته من تذکری رام بهشون داده بودم، یه رئیس بندی که ما داشتیم که ایشون بسیار آدم پندی بود، آقای بزرگ نیا، که البته توی تحریم های مثلا چند ماه بعد اتحادیه اروپا هم منظور شد، جز 33 نفری که مورد تحریم حقوق بشری قرار گرفتن، نفر آخر ایشون بود. و ایشون من صدا کرد و من یک استیبیو خیلی بزرگ گشته بودم برای اینکه اون فضای هژمونی رو بشکنم. اینو از 209 هم داشتم و اینو آخرین بار خود آقای پناهی برای من، چون من نمیدیدم ما ماشین که میگرفتیم، ایشون برای من اصلاح کرد. من اینو کماکان حفظ کرده بودم. در واقع یه چیزی بود که بچه‌ها میگفتن اصلا این انگار فضا رو میشکنه، انگار مثلا ما فکر می‌کنیم یه چیزی متغیره، اینجا این سلطه حاکم نیست. و من گفت اینو باید بزنی. گفتم نه، من حق این رو دارم که خودم برای سر وضع خودم تعیین تکلیف کنم و شما در این در واقع این حق رو نداری که بخوای حق من نقض کنی. دعوا بالا گرفت و ایشون تماس گرفت و یک سری از بالا اومدن و دستبند زدن و چشمند زدن به من و بعد با یه وضع تخریب‌آمیز سیویل من قیچی کردن و فرستادن 19 روز به انفرادی که من از روز سوم بعد اعتصامم شروع کردم. در نتیجه 4 تا خواسته مشخص داشتم، چون مجید توکلی هم اون زمان به سلول انفرادی منتقل شده بود و از خرداد ماه سال 89 بود، خیلی فضای ملتهبی بود و یکی نگرانی داشتم نسبت به وضعیت مجید، چون که معده‌اش در روز چندم خونریزی کرد، در روز دوم یا سوم اعتصاب غذا. خب من نگرانی جدی داشتم نسبت به بی‌اعتنایی نسبت به وضعیتش. دو، بازگشتم به بند عمومی بود. سه، عذرخواهی رئیس بند 350 به واسطه کاری که انجام داده. و چهار، برقراری تماس و ملاقاتی که من ازش محروم شده بودم و جزء حقوقم محسوب میشد. و خب البته ما فکر میکنم مجید 12 روز، من 13 روز توی اعتصاب قضا بودیم تا اینکه دادستان تهران که اون زمان آقای هنوز هم هست آقای دولت آبادی بود، ما رو به حضور پذیرفت. اون زمان خب خیلی جو اوایل کار ایشون هم بود و میشه که روز قبلش با مجید صحبت کرد، روز اون شکسته بود، منتقل شد به بند عمومی. روز بعد هم از مادر من خواسته بود که بیاد و ما ملاقات داشتیم توی دفتر دادستان و من به این آقای دادستان هم قول دادم که من اعتصاب میشکنم. ایشون هم گفت ما آقای چیز رو مؤاخذه کردیم، این اصلا حق این کارو نداشت. در حضور معاون اول خودش هم بود، آقای رشته احمدی، و خب در واقع من به خواستم دست پیدا کردم، اعتصابم شکستم. و اعتصاب دوم دوره اول من بود. اعتصاب دوم چطور؟ اونجا آیا به همین خواستا مشخصا رسیدید؟ خواستا چه بود؟ اعتصاب دوم من اعتصاب جمعی بود که البته خب در واقع همین مصاحبه‌ای هم که پخش کردید از سوی مادر من فکر می‌کنم در زمان مصاحبه انجام شده با رسانه‌ها، ما رو اومدند و یک تعدادی از افرادی که معترض بودن به شیوه اداره زندان رو اومدن و بعد از اینکه یک بحث و درگیری در گرفت در سالن ملاقات، اومدن و آقای بهمن احمدی رو منتقل کردن به سلول انفرادی و ایشون از همون زمان گویا دست به اعتصاب قضا زده بود. از همون ظهرش شب اومدند و گارد ضد شورش اومد پشت در بند زندان وایساد و اسم 10 نفر رو اینا قرائت کردن که
که منم جز اون 10 نفر بودم، در واقع حالا بچه بودن که بیشتر صحبت میکردن، که اینها بیاند و ما میخوایم بدون دعوا اینها انجام بشه. در بچه توی بند اجازه نمیدادن ما بریم بیرون و یکی دو ساعتی ما این بحث رو داشتیم که حالا اجازه بدید ما بریم وگرنه ممکنه از اینهای بیشتری پرداخته بشه. بعضی که ما رفتیم چند نفر از دوستان هم از داخل بند به ما اضافه شدن و ما شدیم 14 نفر، که البته با آقای احمدی عمویی میشدیم 15 نفر. ما 15 نفر بعضی که رفتیم اونجا، من حسابم شروع کردم و روزهای آینده روزهای بعدش بچه‌ها اضافه شدن به حساب و ما نهایتاً بعد از یکی دو روز همه در حساب بودیم. و خواسته اصلیمون هم در واقع اعتراض به این روند و این برخورد امنیتی بود که با فقط اعتراضی که ما به وضعیت زندان کرده بودیم انجام شد با ما، و مسئول اصلیش هم خود آقای امین رشته احمدی، رئیس دادسرای شهید مقدس اوین و معاون دادستان تهران. وقتی صحبت از با حکم مستقیم ایشون ما رفته بودیم انفرادی. درسته. وقتی که صحبت از اعتصاب غزا شد، صحبت از مادر شما شد، وضعیت این روزهای حسین رونقی ملکی رو وقتی میشنوید چقدر احساس نزدیکی میکنید؟ مادری که به خاطر فرزندش دست به اعتصاب غزا زده و وضعیت برشک نگران کننده که حسین رونقی ملکی الان در زندان داره. من امیدوار هستم واقعا اعتصاب ادامه پیدا نکنه، و امیدوار هستم شبیه همون اتفاقی که در اعتصاب جمعی ما افتاد، یعنی حالا به هر حال آقای موسوی و آقای کروبی در حسر هستن، اون زمان اونها پیام دادن و خواستن که ما بشکنیم، خیلی دیگه از دوستان امیدوار هستم یه جمعی از اوغلای قم این حرکت رو انجام بدن و میانجی بشن که حسین اعتصابش رو بشکنه، چون که حسین بچه با اراده‌ایه و امکان داره با ادامه این روند یک خطر جانی براش ایجاد بشه. و البته من شرایطش رو درک میکنم، چرا که بعضی وقتا انسان ناگزیره که از جان خودش مخاطره کنه تا اینکه بتونه شرایط خودش رو باز کنه. در واقع موقعی که شما هیچ توجهی رو نمیبینید، مجبور هستید که جان خودتون رو قمار کنید تا اینکه بتونید به خواسته هاتون برسید یا حداقل اونها رو مطرح کنید. من امیدوار هستم حداقل دوستان ما، در واقع همفکران ما، بیان و به این قضیه بیشتر توجه کنن و این قضیه بیشتر در رسانه ها منعکس بشه، چرا که تنها چیزی که باقی میمونه برای یک فردی که در اعتصاب غذاست فقط و فقط کمک و همراهی دوستانش که در بیرون هستن و در واقع رسانه های همفکرشه. ما غیر از این چیز دیگری، ابزار دیگری وجود نداره. یعنی اون فرد به تنهایی خودش، اولین رویکردی که مسئولین زندان در مواجهه با اعتصاب غذا دارن بی‌اعتنایی تمام و کماله، یعنی میذارن تا روزی که، تا لحظه ای که به موقعیت بحرانی برسه به هیچ وجه سراغ زندانی نمیان تا این تفکر رو القا کنن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، این کار هیچ اثری نخواهد داشت، و فقط و فقط اراده زندانیه که میتونه اون رو به اون نقطه بحرانی برسونه که اونا بهش توجه کنن. ما در ساختن این نقطه بحرانی میتونیم نقش داشته باشیم تا بایستی نقش رو ایفا کنیم. آقای بحرانی، صحبت از مادر حسین رونقی ملکی شد که ایشون هم برشک برای فرزندش دست به اعتراض و اعتصاب زده. صحبت از این کردید که مادر شما نه فقط برای شما، برای خیلی دیگر اطلاع رسانی میکرد و همینطور بود صحبت میکرد. الان آخرین تماستون چه موقع بود با مادر؟ مادر الان چه میکنه؟ وضعیتشون چطور هست؟ مادر کرمان هست، زندگی میکنه، مسافرت میره، کوه میره الان مجددن، چون این مقدار وضعیت جسمش خوب نبود، ولی الان مجددن کوه میره. روحیه خوبی داره و من امیدوار هستم که مشکل خاصی هم برایش پیش نیاد. به هر حال یه عقلانیتی رو امیدوار هستم حداقلش رو ببینم از سوی دوستانمون. و من صحبت هم که باش دارم همیشه به من انرژی میده، امید میده. در واقع همیشه من به انرژی و امید و الهام هست برای من. ما از مادر شما و مصیبتایی که ایشون کشیده در طول این سالها برشک شنیدیم، الان هم صحبت شد. من سوال خصوصی میپرسم، میتونید اگه خواستید جواب ندید. از پدر شما ما نشنیدیم، علتش چه هست؟ من پدر و مادرم وقتی که یک سالم بوده از هم جدا شدن و من مادرم منو بزرگ کرده. من یک بارم سالها پیش شدم به یک دوستی گفته بودم، به گوش مادرم رسیده بود، گفتم من هر جا بخوام از واردینم تشکر کنم خواهم گفت که من جا داره که از پدر و مادرم که یک نفر هست و اون مادرم رو تشکر کنم. و توی طول این سال با پدرتونش تماسی نداشتید؟ نه، در واقع خب به هر دو طرفه بوده. ببینید شما که نمیتونید خودتون بهشون در ایران هستن؟ خیر، تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون هم چون به حال فعالیت سیاسی داشته، من البته در این سری بازجوی من هم یه اشاراتی میکرد به این قضیه، ایشون فکر میکنم همون 20 نزدیک 20 و چند سال پیش از کشور خارج شده و
در اتریش گویا پناهنده است. بسیار خب، اگه بدید بخشی از صحبت‌های وزیر کشور دولت آقای روحانی رو بشنویم. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که در مصاحبه همین چند روز پیش نکاتی رو مطرح میکنه در مورد فعالیت سیاسی و نگاه او به احزاب و خواستهای سیاسی در ایران. ما به هر حال به عنوان کشور جمهوری اسلامی با اعتقادات دینی داریم فعالیت میکنیم. ما نمیتوانیم حزب به معنای ماکیاولیستیش، حزب به معنای رسیدن به قدرت با هر وسیله یا رسیدن به هدف با هر وسیله را واقعا تبلیغ بکنیم. ما به هر حال در یک کشور جمهوری اسلامی با اعتقادات دینی و ارزش‌های انقلابی داریم، بنابراین اخلاق را در سیاست حتما باید ممزوج بکنیم و رعایت کنیم. منافع ملی ما وقتی است که ما اقدامی نکنیم که دشمنان از اون بهره بگیرن و خوشحال بشن، باید کاری بکنیم که مردم خوشحال بشن و مردم از اون بهره بگیرن. آقای گودرزی، چرا شما اقداماتی میکنید که دشمن رو خوشحال میکنید؟ این نکته رو من اشاره بکنم که الان ما همین روزها برادران کردپور برشک میدونید در طول این سالها تلاش‌های حقوق بشری بسیاری مثل خود شما برشک انجام میدادن، اطلاع رسانی میکردن. با توجه به نکاتی که الان آقای رحمانی فضلی عنوان کرد، نگاه مسئله امنیتی بودن و منافع ملی چگونه هستش، چشم‌اندازی که شما برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، فعالیت حقوق بشری میبینید در این وزارت کشوری که برشک ایشون اداره خواهد کرد چگونه است؟ من سوال ابتدای شما رو اینجوری پاسخ بدم که ما زندگی خودمون رو میکنیم، حالا یه بخشش هم فعالیت در واقع چیزهایی که ما رو خوشنود و راضی نگه میداره، چیزی که ما احساس میکنیم باید انجام بدیم برای اینکه یک درک بهتری از انسانیت خودمون و در واقع یک وزن بیشتری از بودن خودمون رو احساس کنیم. حالا این دوستان ما هم در واقع آقای رحمانی فضلی و سایر اوغلای جمهوری اسلامی از کوزه با همون برون تراوت که از اوست در اوست ببخشید و به هر حال یا پای منفعتی در میانه یا پای یک چیزی که اجازه نمیده واقعیت رو فرد ببینه، یک نگاه ایدئولوژیک، یک عینک، هر چیزی. من فکر میکنم که ما لزومی نداره که بیایم و در مقام فقط واژه‌ها و مقام کلمات مفقف بمونیم. ما اگر میخوایم یک چارچوبی رو برای خودمون پیدا کنیم و در راستای اون چارچوب فعالیت کنیم، بایستی مشخص کنیم که اولویت ما چی هست، بایستی مشخص کنیم روش شناسی ما چی هست و بایستی کم کم از دنیای انتظار فاصله بگیریم، یعنی از دنیایی که فقط معیار وجود داره درش و دنیایی که فقط یه سری الفاظ هست. بایستی بحث های کلی رو بذاریم کنار، واژه های مبهم رو بذاریم کنار. این دلیل عمده مخالفتم با تحریم این بود که اصولا راهکاری که یک طرفدار تحریم ارائه میکنه کاملا کلی و مبهمه، یعنی واژگانی که استفاده میکنه هیچ گونه درک انضمامی ازش به دست نمیده و در واقع هیچ رویکرد ملموسی در بطن واقعیت نداره. من احساس میکنم که ما بایستی یه مقداری بیشتر به واقعیت اکنون خودمون نزدیک بشیم. یک بحثی ما در حقوق بشر داریم که من فکر میکنم اون اولویت ما رو شکل میده. حقوق بشر در زمانی که تدوین شده و بعد در میثاقین که الحاق شده بهش اشاره داره و دال بر استانداردهای کمینه است. استانداردهای کمینه یعنی که ما روی کردمون در فعالیت حقوق بشر معطوف به اجتناب از مصیبت، نه نیل به فضیلت. یعنی ما ابتدا نیاز داریم که یک سری اتفاقات سلبی نیفته و در واقع به طور سلبی بیایم به یه سری چیزها نبگیم، به احمد نژاد نبگیم، به سرکوب نبگیم، به اختناق نبگیم، بعد بیایم حالا به فکر یک مدینه فاضله هم باشیم. یعنی نمیشه ما در حالی که خیلی خیلی چیزهای ابتدایی رو در ایران امروزمون نداریم و در واقع اون چند مظلت انسان نقطه عزیمت ما نیست و در واقع مبنای قضاوت افراد خود اون انسانیتشون نیست و چیزهای دیگری در این دخیله، ما تا این طرز فکر، طرز قضاوت رو نتونیم عوض کنیم و در واقع بتونیم تا حد زیادی ذهنیت خودمون رو تحمیل کنیم به این فضای جمعی، اون فضای حاکم، تا زمانی که این شکل نگیره بحث از نیل به فضیلت یه بحثیه که یه مقدار بیشتر انتزاعی به نظر میرسه و در فضای واقعیت جایی نداره. شما صحبت از برادران کردپور شد. در اون زمانی که فعال بودید برشک اطلاع رسانی میکردید از لحاظ حقوق بشری، آیا با این دو برادر همکاری داشتید؟ در جریان فعالیت همدیگر بودید؟ بله، البته ما چون دور بودیم از همدیگه به صورت ایمیلی من فکر میکنم یک تماسهایی رو داشتیم، حالا چون پرونده‌شون در جریان هست، ولی من فعالیتشون رو دنبال میکردم در سایتشون، سایت مکران نیوز، آژانس خبری مکران نیوز، و واقعا فکر میکنم تو حوزه پوشش اخبار
فعالین کرد و در واقع نهادهای مدنی کرد بسیار موفق عمل کرده بودند و به جای رسیده بود که یک اعتبار خاصی رو اون گروه خبری اینها برای خودش داشت و در واقع فکر می‌کنم همین آستانه و قد و قواره‌ای که اینها بهش رسیدن حاکمیت رو وادار کرد که همچین برخورد سنگینی با اینها انجام بده. البته امیدوار هستم که حکم اینا کاهش پیدا کنه. خب یک خبری که این روزها ما شنیدیم و در فضای مجازی هم خیلی انعکاس پیدا کرد، قتل یک شهروند بهائی است در جنوب در بندر عباس. وقتی شما فعالیت حقوق بشری می‌کردید، اطلاعات و گزارش‌ها که به دستتون می‌رسید رو اصطلاحاً چطوری راستی آزمایی می‌کردید؟ چطور اطمینان حاصل می‌کردید که اطلاعات دقیقی است؟ ببینید، من قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، در زمانی که سنم یه مقدار کمتر بود، در واقع در دوران دبیرستان یک دوره روزنامه‌نگاری برگزار شد در زمان مرحوم بورقانی توسط خانه مطبوعات، که من اون زمان هنوز سردبیر نشریه سمپات بودم در دبیرستان، و ما خودمون رو تحمیل کردیم به این دوره. به عنوان جوانترین عضو این دوره در ایران من شرکت کردم تو این دوره، و دوره فشرده روزنامه‌نگاری بود از طرف انجمن آموزش و تحقیقات رسانه‌ای ایران. من خیلی چیزا تو اون دوره یاد گرفتم و چون به شدت علاقمند بودم به این مباحث، به شدت دنبال کردم. در واقع اکثر کتابایی که معرفی شد کلی حوزه‌های خبرنویسی، حالا گزارش مصاحبه و همینطور اخلاق خبری و موازین دروازه‌بانی خبر، ارزش‌های خبری، آستان خبری، اینها رو من دنبال کردم و سعی کردم مثال‌های ملموسش رو پیدا کنم. بعدها که من آشنا شدم با خانم نظرآوری و ما تصمیم گرفتیم فعالیت کمیته رو ادامه بدیم و در واقع دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر شدم، سعی کردم خیلی از اون استانداردها رو توی کمیته خودمون اجرا کنم و فکر می‌کنم شاید بخش عمده‌ای از اونها بود که کمک کرد که ما یه رویکرد موفقی رو دنبال کنیم. یعنی در واقع این عدم نسبی نگریستن توی خبر، در واقع فقط توجه صرف ارزش‌های خبری برای مطرح کردن یا ارزش‌های حقوق بشری، یعنی در واقع با انصاف و به دور از پیش زمینه داشتن قضاوت کردن و خبررسانی کردن در مورد موضوعات مختلف حقوق بشری و همینطور رعایت اخلاق خبری در درج منبع، در تقدم داشتن صحت به سرعت نشر اخبار و خب از طرق مختلف. یعنی یه بحثی هست برای ما در اخبار، شما میدونید داریم در دروازه‌بانی خبر، صحت شناخت منبع هست. یعنی ما منبعمون رو نگاه میکنیم، اگر منبع موثق باشه اون وثوق خبر ما هم تا حدی به دست میاد، ولی خب ما یک چک دوبایی رو هم میتونیم بکنیم از طریق یه سری موضوعاتی که، یعنی از چنگانه نگریستن به منبع خبر، که مثلا من یادم هست در سال 88 در مورد موضوع ترانه موسوی موضوع مطرح شد، خبری که به عنوان شهید ترانه موسوی منتشر شد و مورد توجه جدی قرار نگرفت از سوی فعالین حوزه رسانه و هنوز که هنوز من میبینم در لیست هایی که منتشر میشه در کارهای چند رسانه‌ای که انجام میشه هنوز وجود داره. در واقع اون زمان من یادم از آقای جامی یک مطلبی رو نوشت، من خودم مطلب جداگانه‌ای نوشتم در خصوص مشخصات یک خبر دروغ و چگونه یک خبر رو کار نکنیم. و بعضی وقتا میدونید ما اون سرعت رو ارجحیت میدیم و در واقع شتاب رو ارجحیت میدیم، در حالی که بالاترین ارزش و فضیلت در خبر صحت خبره. چرا که ما اگر از یه حدی بتونیم مخاطب خود، یعنی از یه حدی بی ارزش کنیم این صحت خبر رو، مخاطب ما در دراز مدت نسبت به ما بی اعتنا و بی اعتماد میشه و اعتماد مخاطب مهمترین چیزیه که ما در فضای ارتباطی خودمون نیاز داریم. چقدر این اطلاعاتی که گذاری. این اطلاعاتی که شما راستی آزمایی میکردید رو در اختیار چه نهادهایی قرار میدید؟ به قول آقای رحمانی فضلی، کدام دشمن رو خوشحال میکردید؟ ببینید، یه سری آسیب‌های مختلفی وجود داشت که اینا اسم داشت و ما میرفتیم این آب‌ها رو دونه دونه توی آسیب‌های دشمن ها میریختیم. ما یک سایتی داشتیم جدا از شوخی، سایت ما خب منبع معتبری بود و در واقع تمامی سایت ها موقعی که ما اپ ها رو کار میکردیم یا اطلاعیه ها رو اینها درج میکردن، در نتیجه چندان نیاز نبود. جدا از این یه سری نهادهایی بود که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بود، مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، که اینها به طور مقطعی یا یک موضوع رو از ما میخواستند که ما در موردش یک کار خبری یا بیانیه منتشر کنیم، یا ما در مواردی که به نظرمون میرسید نیاز هست که یک کار بیشتری انجام بشه خودمون از اینها میخواستیم و در واقع ارتباط ایمیلی داشتیم. و فکر میکنید چقدر این گزارش هایی که خود شما تهیه میکردید و برشک مؤسسه که در مجموعه با هم فعالیت گروهی داشتید، چقدر تناسب واقعی داشت انعکاس اخباری که شما میدادید؟ چقدر برای شما رضایت بخش بود نحوه انعکاس اونها؟ فکر میکردید آیا مثلا این انعکاس اینها به نفع یا علیه یک جریان فکری خاصی تغییر میکنه، یا همون چیزی که شما منعکس میکردید همونها انعکاس پیدا میکرد؟
ببینید، روی کرد کلی دستگاه اطلاعاتی به این سمت بود که حتی در بازجوها به خود ما گفته میشد که قطعا برای تمام افرادی که شما این کار برشون میکنید بدتر میشه داستان. من خودم شخصا این نقدر ندارم، یه توضیحی داره که شاید توی این بحث نگنجه در مورد افراد، اما فکر میکنم روی کرد کلی که در مورد حقوق بشر ما بهش پرداختیم در زمینه کلی باز کردن این مفهوم حقوق بشر مؤثر بود. چرا که من این عصبانیت خود عصبانیت رو در جمع بازجوهای خودم هم میدیدم و همینطور سایر دوستانم که بسیار عصبانیت شدیدی داشتن از اینکه چرا شما دارید با این رویکرد کار میکنید و چرا شما اینقدر با پشتکار دارید این موضوع رو پیگیری میکنید، چی پشت این قضیه است. اینا رو نمیتونن درک کنن که به هر حال یه سری ارزشهایی برای ما وجود داره که ما به خاطر اون ارزش حاضریم این هزینه ها رو بدیم و فکر میکنیم که ارزشش رو داره. مسئله اینه شما موقعی که ذهنیت جمعی رو بتونید در مورد یه سری مفاهیم تغییر بدید، اون واقعا بزرگترین دستاوردی میتونه باشه که شما بهش برسید. همین که ما بتونیم تعداد افراد بیشتری رو آگاه کنیم در مورد حق بنیادین حیات و زندگی و اینکه این حق غیر قابل سلب است، یا در مورد حریم شخصی اینکه چطور به حریم شخصی یکدیگه احترام بذاریم و اینکه چطور مفاهمه رو افزایش بدیم و سعی کنیم به یک تعامل با همدیگه برسیم نه به مواجهه با همدیگه. خب اینها چیزهایی که مستتر در یک کارکرد حقوق بشری یک سایت آقای گودرزی. خب با خود فعالیتمون ما میتونیم اینها رو باز بخوام صحبتون قطع کردم. آره فرصت کوتاهی داریم، وقت زیادی نداریم. دو سه تا سوال من دارم که اگه میشه مختصر پاسخ بفرمایید. عملکرد احمد شهید رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی مختصر. من عملکرد آقای شهید رو مثبت ارزیابی میکنم و فکر میکنم ایشون واقعا صادقانه و پیگیرانه کار خودش رو انجام داده و داره انجام میده. حالا اینکه چقدر ما تونستیم در برآوردن اهداف ایشون موفق باشیم، این دیگه یه مقدارش به خود فعالین حقوق بشری و در واقع فعالین جامعه مدنی ما برمیگرده که ما چقدر تونستیم با ایشون همکاری کنیم. من فکر می‌کنم ایشون با توجه به محدودیتی که داشته واقعا خوب عمل کرده و در واقع من اینو می‌دیدم در فضای امنیتی داخل ایران. وقتی در زندان بودید بحث تحریم‌های حقوق بشری که مطرح می‌شد با دوستان در سلول در بند چگونه برآیند در واقع بحثایی که در زندان مطرح می‌شد در مورد تحریم‌ها چه بود؟ ببینید اینکه این تحریما بخواد اثرگذار باشه به واسطه اون هدفی که در ذات تحریمه، خب فکر نمی‌کنم، چون که به هر حال این افراد عمدتاً در خارج از ایران مبادلات رو انجام نمیدن یا مشکل براشون پیش نمیاد. در واقع بیشتر یه حمایتی هم انجام میشه از سوی جمهوری اسلامی بعد از اینکه تحریما در موردشون اعمال میشه. اما همین نفس این که اینقدر موضوع حقوق بشر مهم باشه و اینقدر نقض حقوق بشر دچار یک دارای یک اهمیتی باشه که بیاد و نهاد اتحادیه اروپا یا مثلا دولت‌های غربی بیان و به واسطه شرایطی که مردم ایران درش قرار دارن، زندان سیاسی درش قرار دارن، این اهمیت رو قائل بشه که این افراد رو مورد در لیست تحریم‌ها بگذاره، این از یک طرف یک حداقل من میتونم بگم ترس رو در ناخودآگاه مقامات جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که ما بیش از پیش قراره به چشم بیایم و این خیلی نکته مهمیه. در کنار اون همین ذهنیت رو در مردم ایران و فعالین اجتماعی ایجاد میکنه که خب پس ما تنها نیستیم، یک گروهی داره از ما حمایت میکنه و حاضره به واسطه این به خاطر این هزینه‌ای که ما میدیم با ما همراهی کنه. این جنبه دوم میشه و جنبه مثبت. بسیار خب. بولتن نیوز اخیراً در واکنش به یکی دو مصاحبه که شما انجام دادید نوشته در مورد شما، نوشته نامبرده در حالی که گوشواره‌های مشکی نقره‌ای در گوش چپ خود داشت و حرف درست و حسابی از خود برای گفتن نداشت و بعد مطالبی رو توضیح میده. این حرفا شما رو اذیت میکنه وقتی میبینید؟ فکر میکنید چرا این حرفا رو در واقع میزنن؟ نه، من فکر میکنم که اصولا آدم باید عادت کنه که در زندگی که سخته از تهدیدها فرصت بسازه. من در واقع جنبه کمیک اینها رو میگیرم و خیلی برام دلپذیر اتفاقا که این دوستان انقدر به من لطف داشتن و خب این وقت زیاد گذاشتن. اینکه دو تا از گذاشتن واقعا خوب بود، یعنی کاملا رزومه کاری منم لطف کرده بود، این دوست عزیزم منعکس کرده بود تا حدی که من لینکشو که در فیسبوک گذاشته بودم تمام دوستان متفق القول بودن که این از دوستان خودمون بوده. ولی کاری نداریم. من خیلی سخت نمیگیرم در موردش، خیلی برام دلپذیر جذابم هست. آقای کویر می کنم که در واقع ببینید این نقاط ضعف شما نقاط ضعف شما نیست. این شیوه مواجهه و شیوه برخورد شما نسبت به نقاط ضعفتونه. این در بازجویی هم بسیار مصداق داره که اونها رو تبدیل به نقاط ضعف میکنه. آقای کویر گودرزی سپاسگزارم برای وقتی که گذاشتید برای شرکت در این برنامه. کویر گودرزی بود، فعال حقوق بشر از آنکارای ترکیه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، اپوزیسیون و اتحاد هست. مهمان ها فرزانه عظیمی،
کوروش پارسا، امیر حسین گنجبخش و اسماعیل نوری‌علا هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.